دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. متاسفانه امروز باز هم سپاه پاسداران، شاخه برونمرزیش، سپاه قدس به مراکز پناهندگان کرد مقیم در جنوب کردستان حمله کرد و تعدادی شهید و تعدادی بیشتری مجروح داشتیم. کسانی که در مقرهای احزاب کرد در جنوب کردستان حضور دارند بیشتر خانواده پناهندگانی هستند که منتظر پروسه پناهندگیشون هستند. مقر سیاسی و مقر پناهنده ها هستش، مقر نظامی نیست و حمله به مراکز مسکونی و مراکز پناهنده ها مصداق بارز جنایت علیه بشریت هستش. از طرف جمهوری اسلامی در دو منطقه به شدت در این مدت سرکوب کرده و شهدای بسیاری داشتیم، در سیستان و بلوچستان و در کردستان، و دلیل اصلیش اینه که این دو منطقه مناطقی هستند که شیعه مذهب نیستن، سنی مذهب هستند. و این متاسفانه اون ملاتی رو که جامعه ایران رو به هم چسبانده و ایران رو درست کرده داره به خطر میندازه. برای منی که استقلال طلب هستم فرصت مناسبی است. جمهوری اسلامی ندانسته داره کاری میکنه که من استقلال طلب بتوانم به مردم خودم بگم که شماها در این جغرافیای سیاسی جایی برای زندگی کردن ندارید. ولی اگر کسانی ایران پرست، ایران دوست، تمامیت خواه ایران، تمامیت ارضی ایران رو براش ارزش قائل هستند، امروز باید این حملات رو محکوم بکنند. چرا که نیروهایی که اونجا مستقر هستند، نیروهایی هستند که جدایی طلب نیستند و معتقدند که در چارچوب جغرافیای سیاسی ایران باید فعالیت کرد و حتی در این مدت با تمام فشارهایی که بهشون وارد شده سعی کردن از بکار بردن اسلحه در مبارزات مردمی دوری بکنن. یواش یواش فشارها به سمتی خواهد رفت که متاسفانه به خشونت خواهد کشید و متاسفانه یا خوشبختانه کسانی که تمامیت ارضی ایران رو مقدس میدانند موقعیت سیاسی خودشون رو از دست میدن و کسانی در این چرخه سیاست موقعیت سیاسی رو به دست میگیرن که خواهان جدایی از جغرافیای سیاسی ایران هستن، چه در بلوچستان چه در کردستان. جمهوری اسلامی در حال حاضر با این اعمالی که داره صورت میده، با مانوری که در جمهوری آذربایجان نزدیک مرزهای جمهوری آذربایجان داره انجام میده، با فشاری که داره به همسایگانش وارد میکنه، حرکت رو داره جوری پیش میبره که به غیر از تجزیه ایران چیز دیگه‌ای نمیتوان ازش نتیجه گرفت. بهترین است که تمام کسایی که ایران دوست هستن همراه بشن با کسایی که این حملات رو محکوم کردن، با مظلومین همراه باشن، پشتیبان مظلومین باشن و برای اینکه این فشارها به کردستان و سیستان و بلوچستان کم بشه باید در شهرهای مختلف راهپیمایی هایی صورت بگیره و محکوم بکنه این حملات رو، برای اینکه مردم این مناطق هم خودشون رو ایرانی احساس بکنن، برای اینکه خودشون رو هموطن شما احساس بکنن شما باید ازشون پشتیبانی بکنید. متاسفانه در این دو ماه بیشتر فشارها و بیشتر شهدا در کردستان و بلوچستان بوده. درسته که هر شهیدی زیاد است و امیدوارم که هیچ کس هیچ آسیبی نبیند، ولی واقعیت این است که جمهوری اسلامی در مناطق سنی نشین از سلاح جنگی بدون هیچ رودربایسی استفاده میکنه
و براش اصلا مهم نیست که چه کسی رو مورد حمله قرار میده، زن، کودک، پیر، جوان، براش اصلا اهمیت نداره و به خاک و خون میکشه. با وجود این کردها هیچ وقت نترسیدن و هیچ کردی از ترس جان نداده. این رو تاریخ اثبات کرده. هزاران مرحله دیگر مرحله حمله موشکی صورت بدید، هزاران کس دیگه از کردستان رو شهید بکنید، باز هم کردها نخواهند ترسید و باز هم تسلیم نخواهند شد. این رو همه در طول تاریخ اثبات شده براشون. ولی باز هم حکومت های حاکم سعی میکنن که از راهی پیش برن که مطمئنن پایانی به غیر از شکست نیروهای سرکوبگر نخواهد داشت. به هر حال فشار روی مردم کردستان بسیار بالاست، فشار روحی بسیار بالاست و این حملاتی که صورت میده رادیکالیسم رو داره یواش یواش تقویت میکنه. این رادیکالیسم متاسفانه ایران رو ممکنه به سمت جاهایی ببره که خیلی ها آرزوشو نداشته باشن. ولی در هر حال کردستان به دلیل اینکه احزاب سازمان یافته داره، به دلیل اینکه مردمش تجربه حزبی و تجربه سیاسی دارن، به دلیل اینکه مردمش امکان اعتصاب و امکان همبستگی ملی بالایی داره، بعد از اینکه این اتفاقات به خشونت کشیده بشه کمترین آسیب رو خواهد دید و کسانی آسیب خواهند دید که سازماندهی ندارن. و امیدوارم که این اتفاق نیفته. امیدوارم اگر قرار است ایران تجزیه هم بشه، امیدوارم با خشونت این عمل صورت نگیره و با انتخاباتی آزاد و دموکراتیک صورت بگیره. امیدوارم که در آینده‌ای که به زودی خواهیم دید رژیم منحوس و شکنجهگر و جانی جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون بکنیم و حکومتی دموکراتیک پایه‌گذاری بکنیم. من به شدت این حملات رو محکوم میکنم و از همه دوستان میخوام که در صورت امکان به وسیله توییت یا فیسبوک یا هر راهی که خودشون میدونن این حملات رو محکوم بکنن و فشار به جامعه جهانی بیارن که جان پناهندگان رو حفظ بکنه، چرا که مقرهایی که مورد حمله قرار گرفته مقرهای پناهندگان سیاسی هستش. امیدوارم که همه همراه باشید و همه کمک بکنید که پیام به جاهای لازم رسیده باشه. امیدوارم به من هم کمک بکنید که صدام شنیده بشه و فیلم هام رو اگر براتون امکان پذیر هست لایک بکنید و اگر براتون امکان پذیر هست در شبکه‌های اجتماعی پخش بکنید که دیده بشه و بتونه تأثیر گذار باشه. با امید دیدار شما در فردایی دموکراتیک.